پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پسر کشتی و دختر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی؟ کی بود آشتی؟ نه بخشش نه فراموشیست در فرهنگ ایران اهورام. دشمن رو که تو رو کشته و از تو داره کشته میگیره بایستی این دوان بگیره. بخشیدنی در کار نیست. رئیسی کشته شد و همراه هشتگاه زبتوشت همیشه بود. بهشت و جهنم همینجاست. روان شما دیگر بار به این جهان میاد، ولی اون روان هویت دیگری داره، شخصیت دیگریست، کسی دیگریست، چیز دیگریست. ولی تو هرچه کنی به خود کنی، در همینجا تو پادفره و پاداشت میگیری. حالا امروز نکته ای که سیاوش اوستا میخواد به شما مهربان یاران بگه، بارها گفتیم شاید پراکنده بوده، دقت نشده، توجه نشده. اینک از شما تقاضا میکنم که مهرورزی کنید و خوب به این مورد دقت کنید. در مورد روح بازگشتش، غن کرنسیون میگن اینا، از خیام ما گرفتن و از فلسفه زرتشت، میترا، آینهای کهن آریایی، که نفس که میره بیرون، این نفس، این روان، این روح جای دیگه میاد باید میاد بیرون، حالا جای خودش داره. حالا این نسل نو و جوان ما بر اساس دانش و علم، میگن این نسل نو و جوان به ویژه از سال 2000 و اینها، هر 10 سال این نسل ذکاوتش بیشتر بوده از پیشینیان. چرا؟ چون فضایی که او به دنیا میاد و فضایی که تخمون کاشته میشه یه فضای متمدن دیگریست. ارواحی که الان دارن به زمین میان، ارواحی هستن با بعد بالاتر، بعد پنجم. بله درسته؟ بله. باهوشتر از روحهای قدیمیتر هستن. نه هوش، نه فقط هوش، متعالی‌تر. و این چه کار میکنه به زمین؟ چه حسنی برای زمین داره؟ اومدن برای پاکسازی و کمک به شیل زمین به بعد بالاتر. آها، پس زمین رو میخوان شیفت بدن به بعد بالاتر. بله، باید به بعد بالاتر بره. آها، در مسیر تکامل قرار داره زمین. آها، همه کل زمین میخوان برن مدارهای بالاتر. بله. اونایی که آگاهی پیدا میکنن خیلی راحت باشن مسیر میشن میرن، اونایی که آگاهی پیدا نمیکنن با سختی و فشار این مسیر رو میرن. سعی کنید باهاش مسیر بشید. یکی از راهاش اینه که رو کودکانی که تازه به دنیا میان، بچه‌ها الان معلم شما هستن، فکر نکنید که شما معلم اونها هستید، معلم هستی اونها هستن. سعی کنید از رفتارهاشون درس بگیرید، از چیزهایی که میگن درس بگیرید. گاهی اوقات یه چیزی بهتون میگن که شما تو شک و تعجب میمونید که این بچه این از کجا رو میزنید. آره، این چه حرفی بود؟ بزرگتر از دهنش حرف نمیزنه، اون به اندازه روحش، تعالی روحش داره حرف میزنه. شما اینقدر کوچیکی که اونو بزرگتر از دهنش تصور میکنه. پس اینها روحهای واقعا بوده بالاتر. شما باید از همه انسانهایی که الان روی زمین هستن، باید از بچه هایی که متولد شدن درس بگیرن. اونا معلمین شما هستن. شما نباید خودتون بیشتر از یک پورتال ورودی به نظر بگیرید. شما پورتال ورودی هستید که اون روح متعالی انتخاب کرده از این پورتال وارد زمین بشه. پس ما دروازه های ورود فرزندان هستیم. دروازه های ورود فرزندان میتونن فرزندان ما داناتر و حالا بوده بالاتر از ما باشن. حتما. حالا شما با علم به این مسئله و خیلی چیزا هم هست در تاریخ بشر که نمیشه عرض کنم خدمتتون زیاد روش بحث کرد چون سوء استفاده میکنن. مثلا حتما خیلیاتون دیدید یک خانم لبنانی 2 سال پیش میاد تو تلویزیون لبنان قشنگ میگه که در این ماه سال و در همین سال که ما توش هستیم یک هواپیمای سقوط میکنه، همه سرنشینانش میمیرن و جمعه حادث طائرة تشغل العالم ولن ينجو
منها أحد للأسف الشديد، وذلك خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة الظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة. كيف وليه ما بعرف وين ما بعرف. فعش کنید سال آخری که توی مسجد هستید، این سال رو تبدیل کنید به یه سال بدون عید. نگید تا سال دیگه، بگید من نیست تا فردا اصلا باشه. نگید تا سال دیگه، بگید من چیست تا فردا اصلا باشه. شما در طول تاریخ میتراگرایان رو چرا ماجیک، ماجیسیان، جادوگر میپنداشتن؟ چون ها ستاره شناس بودن، آینده میدیدن. وقتی که میان شاهان مغ به میگن این عیسی، به مادرش میگن این ناجی یهوده، بهش امکانات پول و طلا و عطر و اینا میدن که پاش از اینجا باید میان بکشنش، بعد اونا میان که رو بکشنش و بعد بر میگرده ناجی یهود میشه ولی کشته میشه، اتفاق میفته. در هستی چنین چیزهایی هست ولی ما نمیخوایم زیاد بهش بپردازیم، خصوصا که الان دنیا خیلی عقلی شده، خیلی کامپیوتر شده، خیلی رایانه‌ای شده. شما در نظر بگیرید که جریان موسی هم دارید که میگن بچه ها رو میکشتن که میخواد یک ناجی بیاد برای اینها، بعد موسی رو با آب میندازن و زن فرعون میگیرید، همه هست بوده. پس در هستی چیزایی هست، ما وارد اون فازها نمیخوایم بشیم، ولی باید بدونید که نسل نو و جوان امروز ذکاوت و زیرکیش خیلی بیشتر از من و پدر من و مادر من و مادر بزرگ من و ایناست. حالا برای همینه که ما ملت ایران که دیگه الان یک سال و نیمه که رو شده که دختران ما شجاع و دلیر و قهرمانان اومدن تو میدون، مقصر اصلی پدر مادران. من همیشه هم براتون مثال از بالا زدم، پدر مادرها هستن که خر مقدسن، خر مقدسی رو نگه میدارن، این بچه ها رو بهش ارج نمینهن، این تحولات فکری که ذهنشون اومده و این رو بارها گفتم. حالا فاز از فاز بالا میارم تا حالا 3-4 مورد از شهبانوی عزیزم نازنین فرح پهلوی نقل کردم و همیشه وقتی که از بالا بگیم، از شخصیت بالای جامعه بگیم، برای پایین خیلی تاثیرگذارتر است. مثلا وقتی که شهبانو میاد سپید میپوشه در سوک فرزندانش، وقتی شهبانو میاد سپید میپوشه، خب پیداست که دیگه توده های مردم که مقلد و مطیع و فرمانبر و تبعیت کننده هستند تبعیت میکنن. موسیقی وقتی شما میاد در سوک پدر مادر عزیزت میذاری، امکانات تبلیغات هست به گوش همه میرسه، همه این کارو میکنن. تو تاریخ هم یادتون نره زمان کارهایی که ما نوپردازی هایی که ارائه کردیم و امروز داره دنبال میشه، از جمله همین مثلا موسیقی در سوکیاران گردهای عزیز انجام میدادن، اما تو شهرها، تو جامعه ایرانی حتی زمان محمد رضا شاه این متداول نبود. شما اگه سر یک خاک دایره میبردی سر قبر کسی، همون صاحب عزاتو رو تیکه پاره میکردن. چون چیزی نبود، آوردیم مردم پذیرفت. هفته پیشم یکی از موبدان ایران آقای کوروش نیکنام از جهان رفت. من همه مهمانیارانی که 1400 سال در ایران با هر جور که تونستن آیین زرتشت رو و شعله های آبتاش زرتشت رو شعله ور نگه داشتن سپاسگزارم. ولی خب چون نمیخوام براشون مسئله بشه زیاد حرف نمیزنم، بعضی وقتا انتقاداتی هم میکنم که این کارو، وگرنه ایران تمام آتشکده ها، تمام موبدان، تمام اون عزیزان ما هستن. حتی اونایی که مصلحت کاری میان از حسین و اینایی که حرف میزنن چیز میگن، من چاکر همه شما هستم، این مصلحت ان مصلحت برای بقا عزیزان. در اینجا گرد آمدیم تا آرام گرفتن فرزند ایران زمین را در آغوش مام میهن عرض دهیم و گرامی داریم. روان از شاد، یار از گرامی. به همسر گرامیشان، فرزندان، برادران و خواهر ارجمندشان و
همه بازگنبران آرامشگاه گفته شکیبایی و بردباریشان را از اهورا و از دای بیهندا خواستان. گول هم نباید بخورید، گول نباید. مستک من دوست دارم، مستک من دوستش دارم، مستک انقلابی بوده، ولی خب کلک هم بوده. این کلک ها رو باید بدونین. مزدک میاد از زیر زمین، از این تونل هایی که حماس پدر سوخته زده تونل میزنه. مزدک میگه من با آتش صحبت میکنم. حالا دو تا از هوادارش هم فرستاده اون زیر اونجا سر. میگه آتش مقدس درود بر تو. آتش هم میگه درود بر تو. میگن خوار مادر از تو آتیش صدا در آمد. وقت چیکار میکنن؟ مورد جمع میکنه. خب تو وقتی که میبینی دکون اینا هست، همه جا بوده هست، دیپلماسی هست. خب حالا تو پاکستان یارو رفتن داشت تو قبر، از یارو میرفتن سر میگفتن با مرده حرف میزنه، این مرده اینجا سری حرف میزنه. بعد پلیس میاد وا میکنه میبینه یارو پوشید، پوشیدن. ولی خب سپید پوشی بوده، تاریخ ما هست، محوش کرده بودن، زنده که کردیم. حالا میخوام بگم همونایی که اگه حتی زمان محمد رضا شاه پیش از انقلاب سیاه ما دایره میبردیم، ساز میبردیم سر گور، ما رو میکشتن با ساز آواز، همون صاحب عزاها ما رو چه میکردن، الان اونها نمیزنن، فریاد نمیزنن. چرا؟ چون بچه‌هاشون دوست دارن، ولی مطیع بچه‌هاشون نشدن. الان زمانه مطیع فرزند شدنه، شما مطیع فرزندانتون بشین. حالا چون رئیسی رو کشتنش و زمینه تداوم نظام ولایت فقیه با شخصیت مثل سید مجتبی خامنه ای شدت داره میگیره و یادتونم نره، نمیدونید، هیچ کس هم در موردش صحبت نمیکنه. اصلا چرا کسی در موردش صحبت میکنه؟ به خامنه اینقدر فوش میدن، به اون درگیر، ولی اصلا مجتبی که داره مملکت میگردونه شما خبر ندارین، ولی تمام صاحب منصبان نظام خبر دارن. چون بعد اون انتخاباتی که موسوی و اینا رو چه کردن، از اون موقع و حتی قبلش مجتبی است که دستور میده، فرماندهی میکنه، کارا رو دنبال میکنه، ولی فقط میگه بابا اینو گفته، بابا اینو گفته، بابا اینو گفته.